درود بر شما خوش اومدید به داکیو داراما این چند روز اخیر یک مسئله‌ای که خیلی مطرح شده بود توی اخبار دادگاهی بود که برگزار شد برای جولیان آسانج مؤسسه ویکی ویکیلیکس که دیگه نهایتا پروندهش بعد از سالیان سال تموم شد یعنی از 2010 اینا تقریبا شروع شده بود این پرونده و امسال که 2024 بود تموم شد و خیلی عجیب قریب بود این پرونده و من تو این ویدیو میخوام یه زندگی نامت جولیان آسانج بگم پشت پردش رو بگم که چی شد که اون اتفاقات افتاد اصلا اصل پرونده چی بود و اینکه آیا واقعا این جاسوس روسیه بود یا نه یعنی برای سرویس اطلاعاتی FSB کار میکرد یا و اینها رو بررسی میکنم منابع هم توی دیسکریپشن هست طبق معمول و بریم و این داستان جذاب رو بررسی بکنیم با هم مادر جولیان آسانج کلر گویا اسمش بوده چون یه خورده ابهام کلا راجع به یه سری مسائل هست ولی تو یکی از زندگی نامه ها اسمش کلر عنوان شده این تو اواخر دهه 60 تصمیم میگیره که از امریکا تک و تنها پاشه بره و سیدنی زندگی بکنه کلا یه خورده هیپی تور بوده مادره دوره دوره یه که اون جنبش های هیپی توی امریکا دارن اوج میگیرن ضد جنگن و مادر جولیان آسانشمین فازو داشته و گویا این خود به خود منتقل میشه به پسرش چرا چون وقتی که میاد سیدنی با یه مردی وارد رابطه میشه مادر آسانج و قبل اینکه جولیان آسانج به دنیا بیاد 1971 این از شوهرش جدا میشه یعنی وقتی آسانج به دنیا اومد پدرش رو ندید و گویا 25 ساله بود که برای اولین بار پدرش رو دید جولیا آسانج هم دقیقا مدل مادرش بزرگ میشه و فکر میکنه و اینا سالیان سال یعنی تا مثلا زمانی که آسانج بشه 17 18 ساله اینا آواره بودن از سی و چند شهر اسم آورده شده که این دائما از این شهر به اون شهر هی زندگی میکردن چند بار مادرش ازدواج کرد با یه هنرمند با یه فرد تاجر چندی به چند, چند ازدواج ناموفق داشت و هی نمیتونستن و این دو نفر یعنی کلر و جولیان با هم میچرخیدن تو شهرهای مختلف خیلی حرفه در توی تقریبا در عرض مثلا کمتر از دو دهه سی و چند شهر رو بری به گردی و هی اینجا زندگی کنی اونجا زندگی کنی قشنگ اون هویت خاصیه که مثلا کلر از گذشته با خودش داشته دیگه اون هیپی زندگی کردن و بی خانمان بودن و هوملس بودن و اینا رو قشنگ با خودش داشته و آسانج از یعنی جولیان از همون سن کم علاقه پیدا میکنه به کارهایی مثل ریاضیات فیزیک کم کم با کامپیوتر آشنا میشه و جالب اینجاست که هیچ وقت نرف یه مدرسه یه ثابت مثل همه آدم و بشینه درس بخونه گفته که دوازده تا مدرسه من عوض کردم اما علاقش به فیزیک به ریاضیات و به کامپیوتر رو خودش میرفت توی کتاب خونه ها پی میگرفت یعنی جولیان آسان جز اون دسته از افرادی که میشه اینجوری گفت اصلا خودش خود آموز حرفه ای که دوست داشت رو یاد گرفت که همون حکه حک رو البته حالا سالها بعد خیلی حرفه ای میشه دیگه اون موقع خیلی شاید اصلا دوره دوره این حرفام نبوده دیگه کامپیوتر خب دهه مثلا 80 کی مثلا بوده اما این هی علاقه پیدا میکنه هی میره تو این مدارس تو کتابخونه‌ها ها میخونه میخونه می یاد میگیره تا اینکه 1988 این با یک جنبشی آشنا میشه توی استرالیا یک جنبش زیرزمینی بوده به اسم مندکس این جنبش خیلی جالبه یک خورد فرهنگ بوده در اصل اما خورد فرهنگی بوده که کارشون حک کردن بوده یعنی انگار اون موقع تازه دیگه این جا افتاده بوده برای اون افراد توی اون خطه از دنیا که ما برای مبارزه با جنگ برای مثلا چی میگن مبارزه با این سیاست هایی که ابر قدرت ها دارن تو اقصا جهان خصوصا امریکا ما میایم اینها رو حک میکنیم و یه سری اصول اخلاقی هم برای خودشون طراحی کرده بودن این جنبش خورد فرهنگ مندکس اصول اخلاقیشون این بوده که ما هیچ وقت به اون سیستمایی که حکیشون میکنیم آسیبی نمیزنیم دو ما هیچ وقت دنبال منفعت شخصی نیستیم فقط میریم برای مبارزه با جنگ طلبی و سیاست های این تیپی میریم یه جاهایی رو حک میکنیم مثلا به ارتش امریکا چندین بار اینا حمله کردن تا اینکه 1989 اینا میان یه حمله بزرگی رو ترتیب میدن به سیستم کامپیوتری ناسا اون موقع گویا قرار بوده ناسا یک موشکی رو پرتاب کنه و اینها میان دستکاری میکنن و اون پروژه شکست میخوره خیلی سر و صدا میکنه این هم جز احتمالاتی که اون موقع سر اون حمله ای که 1989 انجام شده جولیان آسانج مغز متفکر بوده یا حداقل جز نفرات مهم بوده حالا میگم چرا جلوتر ولی خب هیچ اسمی ازشون نبود همون موقع سال 89 کسی هم بر عهده نگرفت و پلیس امریکا و اف بی آی حالا اینا افتادن دنباله ببینن چی شدی؟ این اتفاق افتاد سیستم ناسا به اون از هک شد زمان میگذره زمان میگذره تا اینکه این اعضای مندکس که خودشون رو براندازان بین المللی می یه اشتباهی انجام میدن حمله میکنن به سیستم مخابراتی توی کانادا به اسم نورتل و این باعث میشه که یه ردی ازشون به جا بمونه و به, به کمک همین ردی که توی اون هک به جا میمونه امر... امریکا کلا امریکای شمالی کانادا و به کمکش اف بی موفق میشن رد اینها رو بزنن و میفهمن کار این جووناست توی استرالیا اینجوری بود که 1991 یعنی تقریبا دو سال گذشته از اون حمله دیگه اینا بعد اون چندین و چند بار حمله, های دیگه هم داشتند خصوصا میگم برتش امریکا چندین بار حمله کردن ولی نه به اون بزرگی 1991 در حالی که این جولیان آسانج تازه از دوست دخترش جدا شده بود یه بچه کوچولوی دو ساله پسر دو ساله هم داشت و اون رو هم این دختره با خودش برده بود یعنی حساب کنید 20 سالش اون موقع آسانج. ازدواج حالا ازدواج نه به صورت رسمی دیگه تو سوخرش بوده در است این کارو کرده بچم داشته حدودا دو ساله ببینید چقدر این آدم پیشتاز بوده تو همه ارسا نشسته تو خونش افسرده داغون تک و تنها پنج صبح مامورای مسلح میریزن در خونش به این خاطر میگم احتمالا آسانج جزء اصلی ها بوده توی 18 19 سالگی اون حمله انجام شده خیلی کار خفنی بوده و اینو دستگیر میکنن و این برای اولین بار مواجه میشه که نبا بابا این بازی نیست خودش میگه برای ما یه کنجکاوی بود اصلا قصد جدی نداشتیم من رفته بودم توی این خورده فرهنگ عصر شده بودم و مثلا برام جذاب بود که همچین کارهایی میکنیم به خاطر همین وقتی توی استرالیا محاکمش میکنن در ابتدا بهش میگن که تو جرمت حداقل ده سال حبسه بالغ بر سی تا جرم بهش منتصب کرده, منتصب کرده بودن میگفتن تو فلان رو کردی به این لطمه زدی به اون لطمه زدی خیلی سخت گرفته بودن ولی قاضی گویا نگاه میکنه میونه اینا یاد جوونن و واقعا نیت بدی هم نداشتن آسیبی هم نزدن فقط جلوی یه عملیاتی رو گرفتن یه کرمی رو انداخته بودن به اسم کرم وانک این کرم مثلا یه سری حالا کارهایی کرده بود ولی آسیب جدی زده نشد به چیزی و طبق همون اصول اخلاقی مندکس عمل کرده بودن در نتیجه توافقهایی با هم میکنن و اینها قرار میشه که جولیان آسانج زندان نره و یک جریمه نسبتا سنگینی رو فقط بپردازه اما به جای این که مثلا از این اتفاق حالا عبرت بگیره یا مثلا بترسه دیگه بره سراغ یه زندگی معمولی نه تنها این کارها رو نمیکنه بلکه این قضیه رو هی پیش میبره پیش میبره دهی نوت خودش رو هی قوی تر میکنه کارهای مختلفی انجام میده نهایتا 2006 دیگه این ویکیلیکس رو راه انداخته یعنی به این رسیده بعد از سالها کار به این رسیده که یک پلتفرمی باید باشه آدم که تو اخصان اوقات جهان میخوان افشاگری بکنن در مورد چیزی بیان به صورت ناشناس توی این پلتفرم اپلود بکنن اسناد رو ما میایم بررسی میکنیم اگر مثلا دیدیم جدیه این رو منتشر میکنیم و طبق و اینم گوی البته ویکیلیکس رو وقتی که راه اندازی میکنه دیگه توی امریکا بوده ها اینم بگم و طبق قوانین امریکا گویا همچین کاری جرم نیست یعنی اون رسانه ای که میاد هر چیزی رو هر افشاگری رو منتشر میکنه کسی با اون کاری نداره ولی میرن میگردن ببینن کی اون رو افشا کرده قطعا کسی افشا کرده که توی یک سازمان دولتی یه جایی بوده دیگه دسترسی داشته به پرونده ها ولی برای خود آسان چیش وقت مشکلی پیش نمی اومده از همون سال 2006 و به همین خاطر ناشناس هم منتشر میکرده نمی گفته چه کسی افشاگری کرده این اطمینان رو هم میداده می گفته آقا خیالتون راحت همه چیز ناشناسه کم کم دیگه اینا شروع میکنن به کار یه جمله رو همیشه از اسکار وایلد میگفت اون سالها می... این جمله این بوده که آدم ها تا وقتی خودشون باشن در خودشون باشن همه چیز رو نمیگن یه نقاب به آدم ها بده تا تمام حقیقت رو بیان کنند با این فلسفه داشت کار میکرد و قرار بود که ویکیلیکس اون نقابه باشه که هر آدمی هر چی رو که میخواد بیاد افشا بکنه توی اون سالهای ابتدایی شروع میکنه به کار خودش میگه ما تو اون سالها تونستیم فشار بیاریم به دولتها ها دولت ها رو شرمسار بکنیم تاثیر بذاریم روی تغییر سیاست های جهانی مثلا فلانجا توی ساحل آج مثلا یه زباله های شیمیایی چال شده بود مثلا اونا رو افشا کردن نمیدونم کم کم حالا بهار عربی داره شروع میشه راجب مصر راجب سوریه خیلی دست به افشاگری های گسترده ای میزنن ولی هنوز ویکیلیکس سر و صدای آنچنانی به پا نکرده هنوز پلیس دادستانی نیفتاده دنبالش چون میگم قانونی این کار دیگه داره کارش رو انجام میده حالا ما همزمان میریم یک شخصیت دیگه ای رو بررسی میکنیم چون اون قراره بیاد تو زندگی جولیان آسانج و همه چیز تغییر بکنه یک فردی به اسم برادلی منینگ این برادلی منینگ 1987 توی اوکلاهوما به دنیا میاد که 1987 دورانیه که از اون طرف جولیان آسانج توی استرالیا کم کم خودش رو پیدا کرده و یه سال بعدش تازه رفته عضو اون خورده فرهنگ مندکس شده این توی اوکلاهوما به دنیا اومده توی یه خانواده عجیب غریب هم پدر الکلی هم مادر الکلی پدر ارتشی بوده خیلی زودم از هم جدا میشن اینا یعنی در از فرزند طلاق به حساب میاد این برادلی منینگ ولی پدرش خیلی اصرار داشت که تو باید بیای نظامی بشی ولی برادلی مشکلی داشت از اون دوره حالا جدا از اینکه تحت تاثیر طلاق پدر مادرش بود پدر مادر الکلی بودن بر حال اینها رو اذیت میکردن همه این مشکلات جای خودش ولی هنوز هویت جنسی خودش رو نفهمیده بود مثلا دورانی که نوجوان شده 16 17 ساله شده هنوز مطمئن نیست که واقعا این پسر دختر نمیدونه چیه و میرسه به سال 2007 یعنی تقریبا 20 سال شده دیگه تحت اون فشاری که پدره داره میاره اینم تصمیم میگیره میگه باشه من حالا میرم ارتش دوره ای رو بگذرونم خودش بعدها میگه من یه چیزی که باعث شد تصمیمم قطعی بشه که برم ارتش این بود که اونجا یه محیط مردونه است منم یه پسرم شاید حضور توی یک محیطی که تماما مردونه است حالا ارتش امریکا خب میدونیم دخترام هم هستن پسرام هستن این توی بخشی میرفته که همه پسر بودن میگه من توی اون محیطی که تماما مردانه بود به هم کمک میکرد که هویت خودم رو مثلا پیدا بکنم به این خاطر میگه من تصمیم گرفتم برم توی اون محیط میره آموزش های رو میگذرونه و خیلی چون از لحاظ جسمی هم مثلا خیلی سر حال نبوده کم کم اینو میفرستند به سمت کارهای اطلاعات و آنالیز مثلا مسائل نظامی قرار بشه یه تحلیلگر خودش هم استقبال میکنه چون براش سخت بوده کارهای سخت بدنی و لحاظ هوشی هم بد نبوده و کم کم جا میفته توی این کار و پیش می حالا جنگ عراق هم شروع شده دیگه البته جنگ عراق 2003 شروع شده قبلش هم که جنگ افغانستان امریکا نیاز به نیروهایی داره که اینا رو سریع تربیت کنه بفرسته توی عراق و افغانستان و اینها در نتیجه اینو سریع دارن آموزش می... بهش میدن 2008 دیگه بهش یک جوازی رو میدن که این میتونه دسترسی پیدا بکنه به یک سطحی از اطلاعات محرمانه و اون مدال نهاییش رو هم میگیره آموزش های اولی رو هم بهش دادن قراره بره بغداد یه پایگاهی توی بغداد اونجا به عنوان تحلیلگر نظامی مشغول به کار بشه ولی حالا اون ویژگی هایی که داشت باعث شده بود که اون بالا هاش اون فرمانده هاش خیلی این رو مثلا تایید نکنن حتی یکی دو تا از فرمانده هاش نامه زدن به اون بخشی که قرار بود بردلی رو بفرسته بغداد گفته بودن ما این رو تایید نمی و این خیلی نرمال نیست ولی بعدن بعدن که حالات اون قضایه ویکیلیکس پیش اومد ارتش امریکا یه بیانیهی داده بود گفته بود اون موقع به این خاطر گوش نکردیم و این رو فرستادیم بغداد چون تحلیلگر کم داشتیم عجیب همچین دلیلی آوردم ولی گفتن به این که تحلیل کم بوده ما اینو فرستادیم بغداد مثلا چیکار میکرده توی اون دوران آموزشیش خب یه خورده مثلا میگم کاملا مردونه نبوده اخلاقاش دیگه و این رو وقتی تو توی دو سال با کل آدم توی یک خوابگاه مانندی زندگی میکنی همه میفهمن دیگه اذیتش میکردن تیکه بهش مینداختن و این کم کم یاد گرفته بود که خودش رو وفق بده با اون شرایط مثلا هر موقع کسی سرش داد میزد اینم بدتر سرش داد میزد این هی تکرار میشد و حتی بهش لقب جنرال منینگ رو داده بودن اینقدر جیغ میکشید و داد میزده سر افراد کسی مثلا هولش میداده اینم هولش میداده یه همچین کارایی میکرده به همین خاطر فرماندا گفته بودن که این همش انگشت نماز زیر فشار از لحاظ روانی پرخاشگری میکنه و بهتر نره ولی گوش نمیدن و اینو میفرسن در حالی که مجوز هم داره برای دسترسی به اون اطلاعات محرمانه دوره دوره هم هست که داره ارتش امریکا این اطلاعات رو دیجیتالی میکنه قبلا مثلا رو کاغذ بوده همه اینها تو اون سالها دیگه شروع کردن همه اینها رو دارن میذارن توی کامپیوتر که بتونن افراد با یه پسورد دسترسی پیدا بکنن که کارشون مثلا راحت تر بشه تو این دوره وارد کار میشه برادلی منینگ حالا 2009 این توی اون پایگاه توی بغداد مشغول کاره ولی شرایطی که اونجا حاکمه حال این رو هی داره بد و بدتر میکنه اولا شیفتای کاریش کاری 14 ساعت 15 ساعت بوده اکثر هم شب بوده توی یه اتاق کوچیک و کم نور این هی باید میخونده و تحلیل میکرده و گزارش میداده و خیلی کار سختی بوده براش از جنگ هم بدش میومد دائم خبر میرسید که این تعداد غیر نظامی کشته شدن این تعداد نیروهای ارتش امریکا کشته شدن دائم این خبرها آزارش میداد و از لحاظ جنسی هم دیگه حالش داشت تغییر میکرد 2009 همون دوره یعنی با یک مشاور جنسی تماس میگیره میگه من دیگه تقریبا دارم مطمئن میشم که اصلا من زنم من مرد نیستم و اونم یه خورده راهنماییش میکنه و بعد همون دوره یه مرخصی میگیره برمیگرده امریکا میره با این جنبش های همجنس گرایانه آشنا میشه حتی عوض میشه یه مدت مثلا تو مرخصیه و دوباره که برمیگرده توی پا... پایگاهی که داشتن دیگه اصلا نمیدونه چی کار داره میکنه اینجا حالا همزمان با دسترسیش به یک سری اسنادی که زیر دستشه راجب جنگ عراق و راجب جنگ افغانستان این هی خبرها رو میبینه شرایط سختی کاریش هست وضعیت روحی و جنسی خودش هم هست دیگه یه تصمیم عجیب غریبی میگیره تصمیم میگیره هر طور شده این اسناد رو برداره و منتشر بکنه همون موقع با ویکیلیکس هم آشنا شده یعنی همون 2009 فهمیده یه پلتفرمی هست به اسم ویکیلیکس ولی هنوز مطمئن نیست که میخواد برای اون بفرسته چون اون موقع راهکار این بود دیگه قبل ویکیلیکس هر کی میخواست یه چیزی رو افشا بکنه میداد به روزنامه ها پست میکرد یا هر یه جوری میرسوند اونا یا منتشر میکردن یا نمیکردن راه این بوده و این دیگه هی به این فکر میکنه به این فکر میکنه و نهایتا تصمیم خودش رو میگیره اواخر 2009 این حالا با یه سری تمهیدات امنیتی میره داخل اتاقش اون اسنادی که دسترسی داشته رو طی یک زمانی کم کم دانلود میکنه دانلود میکنه طبق آمار و گزارشی که دادن حدود 400 هزار تا سند راجب جنگ عراق و حدود 91 هزار تا سند راجب جنگ افغانستان رو طی یه مدت کوتاهی دانلود میکنه وقتی تکمیل شد این کارها اینا رو میریزه توی چند تا دی و روشون برچسب لیدی گاگا میزنه که وقتی خواست از اونجا خارج بشه مثلا بگه آره این توی آلبوم موسیقی و همزمان هم داشته موسیقی گوش این چیزی که منابع گفتن منابعی که خودم توی دیسکریپشن هم نوشتم میگم کلا یه خورده اینا عجیبه ولی چیزیه که همه دارن میگن دیگه به هر طریقی بوده به اسم اینکه این, این سیدی دی موسیقیه و دارم لیدی گاگا گوش میدم و یکیش تو ضبطم و یکیش تو آلبومه موفق میشه این اطلاعات رو از اون محوطه کاری خارج بکنه و بیاره توی اتاق کارش جایی که یه کامپیوتر شخصی داره اینا رو سری میرزه توی اون کامپیوتره و انتقال میده توی کارت اسدی دوربینش دیگه واقعا کمتر کسی ممکنه تو اون لحظه به فکرش برسه که آها اینو بریزم توی کارت استی چون آخرین چیزیه که مثلا توی گیت ها بررسیش میکنن به خاطر کم بوده وقت خیلی اصلا به توجه نمیکنن خصوصا اون موقع این ژانویه موفق میشه مرخصی رو هم بگیره یه مرخصی دو هفته ای میگیره که بره امریکا میره آلمان از آلمان خودش رو میرسونه به امریکا اول با یکی از دوستاش صحبت میکنه میگه ببین من یه سری اسناد دارم که میخوام افشا بکنم و این دوست جزء کسانی که بعدا حالا اومده مثلا صحبت کرده ها اینو بعدا مشخص شده میگه مثلا مطمئنی چه کاریه چی میخوای فاش کنی این میگه کارت نباشه فقط یه همچین چیزی هست انگار که خودش هم ترسیده فقط میخواد یه خورده مثلا آروم بشه اول میره با یه سناتور میخواد ارتباط بگیره سناتور جوابی نمیده بعد میاد این اسناد رو برای دو تا روزنامه هم میفرسه واشنگتن پست و نیویورک تایمز واشنگتن پست جواب میدن که ما علاقه ای نداریم الان ژانویه 2010 و نیویورک تایمز هم اصلا جواب بهش نمیدن دیگه این خیلی ناراحت میشه اواخر اینکه میخواد برگرده اراق میگه بزار امتحان کنم دیگه ویکی لیکس رو هم و از طریق تور میفرسته برای ویکیلیکس تور هم اگر نمیدونید چیه برید پیشنهاد میکنم بخونید یه شبکه ایه که مثلا هکرها و کسایی که کار خاصی انجام میدن توی این فضاهای اینترنتی وارد اون تور میشن که مثلا نتونه کسی ردیابیشون کنه و یه سری ویژگی هایی داره دیگه و از طریق تور میفرسته برای ویکیلیکس فیدبکی هم بهش نمیدن و میگه پس هیچی دیگه بزا برگردم اراخ فوریه دیگه این توی پایگاه مشغول کاره تا اینکه بهش ایمیل میزنن از طریق ویکیلیکس و میگن که آره ما خوندیم و میخوایم که منتشرش بکنیم یه خورده فقط طول میکشه دیگه این همزمان اینی وقتی که اونا دارن بررسی میکنن اسناد رو و منینگ برد هنوز بردلی منینگ دیگه هنوز پسره همزمان اینم هم داره کار میکنه توی بغداد با یکی از ادمین های ویکیلیکس ارتباط میگیره ادمینم ناشناسه نه اون اینو می قراره بشناسه نه این اونو قراره بشناسه همه چیز ناشناس داره پیش میره هی با هم چت میکنن هی با هم بیشتر ارتباط میگیرن حالا اینجا یکی از نقاط مبهم این پرونده است چرا چون دادستانی امریکا اعتقاد داره که اون فرد ناشناس اون ادمین ویکیلیکس شخص جولیان آسانج بوده و این چتا رو بعدا در آوردن بررسی کردن کامل و فهمیدن که توی این دوره جولیان آسانج داشته به این بردلی منینگ فشار می و بهش راهکار میداده یعنی اگر بردلی فقط همون چند تا سند چند هزار تا سند رو داد حالا آسانش فشار می آورد که بیا چیزهای بیشتری هم بده و بهش راهکار میداده طرف هکر حرفه‌ایه میتونه به این یاد بده که چی کار کن اینو حک کن از اون در بیار و از اینجا به بعد حالا چیزای بیشتری در میاد من جمله یه ویدیویی که خیلی مشهوره اسم پروندهش هم شده کلاترال مردر قتل جانبی همچین چیزی این ویدیو آوریل 2010 برادلی میفرسته برای ویکیلیکس و یه خورده بعد هم منتشرش میکنن نشون میده که یه هلیکوپتر آپاچی امریکاییه توی یه منطقه ای از عراق این شروع میکنه به بمباران و چندین غیر نظامی رو میکشه من جمله دو تا از خبرنگارهای رویترز و این مثل بمب صدا میکنه یعنی شروع پرونده ی ویکیلیکس سر همین ویدیوه بوده که دیگه همه فهمیدن یه همچین پلتفرمی هست و اون مقامات قانونی امریکا دیگه واقعا عصبانین چون خیلی چیز فاش شده و اون اسنادم که حالا بوده بعدا یه ویدیوی دیگه هم از افغانستان دوباره میده که اونا منتشر بکنن این ویدیو هم پخش میشه کلی اطلاعات منتشر میشه توی این دوره که اصلا اظهارات رسمی ایالات متحده رو زیر سوال میبره میگن شما تا الان داشتید اینو میگفتید حالا مشخص شده که مثلا این اتفاقات داشته میافتاده خیلی ضربات مهلکی بوده حالا بعدا راجب زندان گوانتانامو هم دوباره سال 2011 چیزایی پخش میشه اونها حالا جلوتر میگم در ادامه این ماجراها ویکیلیکس به کمک گاردین و نیویورک تایمز و اشپیگل افتادن دنبال تحقیقات بیشتر خصوصا راجب به جنگ افغانستان چیزهای جدیدتری دارن در میارن برادلی منینگ هم دیگه مطمئن شده که نمیخواد پسر باشه و وضع جنسیش مثلا ریخته به هم کاملا با همکاراش دائما درگیره حتی با رئیسش درگیر میشه و به یکی از رئیساش هم میگه میگه من به زودی میخوام تغییر جنسیت بدم و اصلا با این وضع نمیتونم خب اینم چیز عادی نیست توی ارتش دیگه و هر مقرراتی داره دیگه به همین سادگی نمیشه بگه آقا من اینجوری میخوام دیگه یه جور دیگه زندگی بکنم در نتیجه کاملا هم خودش تحت فشار قرار میگیره همون اطرافیانش و میدونن کسی هست توی این پایگاهی که داره این اطلاعات رو درز میده دیگه میدونن از کجا داره درز پیدا میکنه ولی نمیدونن کیه حالا تحقیقات در جریانه تا اینکه بردلی یه چند تا ایمیل جدید پیدا میکنه که اینا رمزگذاری شدن نمیتونه رمز اینها رو باز بکنه میره با یه هکری به اسم لامو ارتباط میگیره این دوباره مثلا مرخصی میگیره بعد چند میره امریکا با این لامو که هکر مشهور زبده ای ارتباط میگیره میگه ببین من هدفم اینه دنبال تغییر سیاست های جهانی علم میکنم و بل میکنم بیا کمک کنین چند تا ایمیل رو برای من مثلا دکوده بکنیم اونم داره فکر میکنه تا اینکه میره با لامو حکره. میره با دو تا از دوستاش صحبت میکنه یکی از دوستاش عضو ارتش بوده تو بخش مثلا ضد جاسوسی کانتر اینتلیجنس تو اون بخش کار میکرد. اون دو نفر به لامو هشدار میدن میگن ببین این کاری که دارن انجام میدن اینها فقط که مربوط به دولت ها نیست کلی اسم تو این پرونده ها هست تو میدونی جون چند تا آدم به خطر میفته کلا یکی از ایرادات اساسیه که به ویکیلیکس و آسانج و اینها همین منینگ و اینها میگیرن که شما فقط با دولت ها نجنگیدید شما کلی آدم رو به خطر انداختی توی سوریه توی مصر توی آسیا توی خیلی از کشور توی امریکا ولی اینا قبول نمیکنن دیگه منینگ میگه نه من الا بلا میخوام این کار رو بکنم نتیجه میشه این که لامو میره لو میده منینگ رو میره به اف بی آی میگه اون کسی که دنبالشید این آقاست و اونا می 2010 نهایتا دستگیرش میکنن برادلی رو همه یه چت هایی که با آسانج داشته رو میان بررسی میکنن و میفهمن که اونم پس مقصره و دیگه از 2010 به بعد این زندانیه برادلی منینگ تا 2017 یه مدت توی یه کمپی توی کویت نگهش میدارن اونجا بازجویی میکننش چند بار احتمال خودکشیش بوده بسیار حال روحیش دیگه داغون شده یه مدت بعد دیگه تغییر جنسیت میده اسمش میشه چلسی منینگ و 2017 تی یک فرمانی اوباما رو آزاد میکنه که حالا میرسیم جلوتر به اون این اتفاقات میفته دیگه با با منی دیگه ما کاری نداریم برگردیم با آسانج آسانج الان 2010 چند تا پرونده ناب دستش رسیده به کمک همین منینگ منتشر کرده همه دنیا ویکیلیکس رو شناختن و حالا بعد این قضایی دستگیر شدن منینگ افتادن دنبال این اولین کار همه رو میبندن حتی حسابایی که توی سوئد داشته رو هم توی سوئیس داشته رو هم میبندن دیگه این برای پول در مجبور میشه به مخاطبای مثلا ویکیلیکس و طرفداراش بگه آقا دونیت کنید چون من دیگه نون ندارم بخورم همه حسابامو بستن انقدر شرایط سخت بوده که حتی نمیتونستن براش دونیت بکنن چون مثلا هیچ راهی وجود نداشته نهایتا به کمک چند نفر یه راهی پیدا میکنن که فقط دونیت ها رو برسونن به این آسانج 2010 یه سفری هم داره به سوئد اونجا با یه خانم یه مدت ارتباط میگیره که بعد این قضیه هم باز براش دردسر میشه اون خانم میره شکایت میکنه میگه به من تجاوز کرده آسانج میگه رابطه با رضایت طرفین بوده ولی اون میگه نه من تجاوز کرده و این ماجرا تا سالها میشه یه پرونده اضافه برای آسانج ولی همچنان خیلی نمیتونن بهش کاری بکنن چون داره بررسی میشه تازه پرونده ها 2011 اواخر 2011 که دیگه دادستانی امریکا رسما میتونه ثابت کنه که این نقض قانون کرده آسانج به منینگ فشار آورده و اینجوری نیست که فقط منتشر کننده باشه بلکه مقصر هم هست توی فاش شدن اون قضایا و دیگه این مجبور میشه فرار بکنه آسانش خودش رو میره توی لندن اون موقع خودش رو میرسونه به سفارت اکوادور توی لندن میره اونجا و درخواست پناهندگی میده چون خب دیگه با حالا با اکوادور به خاطر حالا اینکه روابط اکوادور و امریکا طوری بود که این میتونست به اونها درخواست بده بگه مثلا کمک کنید به من جون من در خطره چون اینا قرار از انگلستان منو بفرستن امریکا اگر اونجا من رو مجازات بکنن حتی خطر اعدام هست چون این جزء حرفهایی بود که زده میشد بعدها گفتن جرمه انقدر سنگینه که حتی میتونن اعدامش بکنن به خاطر اینکه آشکارا به دشمن خدمت کرده مثلا راجع به جنگ افغانستان این داشته به طالبان رسما کمک میکرده دیگه این توی جنگ با عراق مثلا داشته حتی نوری المالکی بعدا اومد مصاحبه کرد گفت که این به دولت ما هم داشت لطمه میزد با این کارهاش و تماما در راستای منافع روسیه بود 2016 حالا این قضیه بلد میشه که چرا میگن این در اصل برای روسیه کار میکرد انتخابات 2016 که حالا برسه میگم قضیهش چیه این دیگه 2012 توی ساختمون سفارت اکوادور توی لندن پاش برسه بیرون گرفتنش چرا چون تا سه سال انگلستان یه سری مامور رو توی جاهای مختلف اطراف سفارت گذاشته بود که اگر این پاش رو از در گذاشت بیرون دستگیرش بکنید و اینو بفرستیم سوئد چون اون موقع پروندهش توی سوئد پرونده تجاوز جنسی حالا مطرح شده بود و بعدم امریکا خیلی هم انگلستان گویا هزینه کرد که سه سال مامورا رو بذاره اونجا تا 2015 دیگه 2015 گفتن ما پولمون نمیرسه که بودجه برای این قضیه بذاریم یعنی اون ردیف بودجه دیگه تموم شده مامورا رو فرا خوندن ولی یه سری راهکار دیگه داشتن که اگر این اومد بیرون دستگیرش بکنید و این از 2012 تا 2019 مون توی سفارت اکوادور هفت سال اونجا براش اتاق رو فراهم کردن اینترنت کامپیوتر قشنگ شد بود محل زندگیش دیگه هفت سال اونجا بود آوریل 2011 همینم بگم راجب گوانتانامو هم یه سری چیزا منتشر کردن اینم جالبه بدونید که مثلا میگفت چطور این کنوانسیون جنیف به صورت کاملا روتین توی گوانتاناموی کوبا نقض میشده اسناد مربوط به 2002 تا 2008 رو منتشر کرده بوده که حدود 800 تا زندانی رو اینها آزار میدادن توی اون زندان که چندشون زیر 14 سال سن داشتن و حتی این رو هم گفته بود که حدودا 150 تاشون افغان ها یا عراقی های بیگناهی بودن که صرفا به خاطر جمعوری اطلاعات اینها رو توی گوانتانامو نگه می داشتن و داشتن فشار می آوردن که سری اطلاعات رو بگیرن به گوانتانامو جز اون موضوعاتیه که واقعا سخت قضاوت از طرفی می دونیم خیلی از کسانی که اونجا زندانی بودن و بازجویی می شدن بسیاریشون وقتی آزاد شدن فهمیدیم کیا بودن شبکه حقانی توی طالبان و چه میدونم القاعده توی کشورهای مختلف مثل عراق و سوریه و اینا یعنی از طرفی خب میگه خیلی هم بیگناه اونجا داشتن بازجویی و حتی شکنجه می شدن یه خورده سخت و پیچیده است این ماجرا به همین راحتی نمیشه گوانتانامو رو قضاوت کرد ولی به هر حال این اسناد وقتی فاش می شد خب دائما هی ضربه های مختلفی رو میزد به حیثیت امریکا دیگه براشون سخت بود 2013 که الان رفته توی اون سفارت و پناهندگیش هم تایید شده دیگه الان اونجا پناهنده است کاملا 2013 از همونجا به ادوارد اسنودن کمک میکنه که فرار بکنه بره این خود اسنودن هم یه کیس جالبی اگر دوست داشتید اونو هم میتونم بعدا کار بکنم اونم هم یه همچین کاری کرده بود تقریبا دیگه راجبه یه سری پرونده های شنود و اینها توی امریکا افشاگری کرده بود و نهایتا هم فرار کرد رفت از توی سفارت کمک میکرد که اون فرار بکنه از خاک امریکا این مثلا 2013 یکی از مهمترین اتفاقاتی که اونجا افتاد این بود 2014 خبر رسید که توی سفارت داره شنود میکنه پرسنل سفارت رو حتی شخص سفیر رو هم گویا شنود کرده بود چرا چون میخواست اطلاعات داشته باشه از اعضای سفارت اکوادور که بتونه به اونها اگر لازم شد فشار بیاره که موقعیت خودش رو حفظ بکنه اینم ترس داشت دیگه اینم بگم وقتی که اون هفت سالی که آسانج توی سفارت بود اینجوری نبود که بشینه همینجوری زمان بگذره که یه موقع گیر امریکا نیفته نه دائم داشت تو مسائل کشورهای دیگه هم دخالت میکرد بعدا مثلا توی اسپانیا دخالت میکنه اون جدایی طلبان کاتالونیا مثلا بودن این داشت به اونها کمک میکرد اسپانیا خیلی آسی شده بود از دستش راجب فرانسه مثلا یه سری کارها میکرد این رو اکوادور هم خب فشار می دیگه همچنان داشت راجب امریکا هم باز افشاگری میکرد 2016 حالا میگم اصل کارون 2016 هست و همین خاطر خیلی براش مهمه که یه موقع اینا منو نندازن بیرون از سفارت پس اطلاعات جمع میکرد که اگر لازم شد مثلا بزنه تو روی اینا 2014 2015 خبر میرسه که این درخواست داده بود به فرانسه برای پناهندگی درخواستش رد شده پس ماندگار حالا حالا ها اینجا 2016 که میرسه اول یه درخواست میده به اوباما میگه اگر من این رو که الان توی ویرجینیا زندانیه آزاد بکنید من قول میدم خودم بیام آزادانه یعنی راحت و آزاد خودم رو مثلا تسلیم بکنم که منو ببرید امریکا و اونجا منو دادگاهی بکنید دولت اوباما خی... کلا خیلی گیر نمیداد به این بعدن که ترامپ میاد 2016 به بعد میاد روی کار اون خیلی دولت ترامپ خیلی فشار میارن بهش خصوصا مایک پومپاو که 2017 تا 2018 رئیس ای هم بوده دسترسی به اطلاعات زیادی داشته اون خیلی از این جولیان آسانج بدش میومد ولی اون موقع این حتی همچین پیشنهادی هم به اوباما میده و جالبه که بدونید 2017 یعنی یک سال بعد که چلسی منینگ آزاد شد نهایتا تحت سری شرایط خاص اوباما و اون تیمش گفتن که ما اصلا کاری نداشتیم با اینکه این چی گفت جولیان آسانج ما خودمون داشتیم پیگیری میکردیم و نهایتا با دستور عف اوباما هم بود که من این بعدا آزاد شد دیگه این دستور عف اوباما جز آخرین کارهایی بود که توی دولتش انجام داد دیگه بعدش که کامل ترامپ اومد روی کار و شرایط سختتر شد براش ولی توی اون دوران مبارزات انتخاباتی که یه بر ترامپ بود یه بر دموکرات ها بودن که هنوز بین هیلاری کلینتون و برنی سندرز مثلا چیز بود دیگه معلومه کدوم قراره بیان برای انتخابات نهایی و اینا اومدن یعنی همین جولیان آسانج و کلا تیم ویکیلیکس اومدن یه سری از ایمیل هایی رو فاش کردن ایمیل ها حرفش این بود اصل قضیه این بود که یه کمیته ای داشتن دموکرات ها DMC کمیته ملی دموکرات که این فاش کرده بود از طریق اون ایمیل ها که این DMC دموکرات ها دنبال اینن کلینتون بشه نیروی و اون مهره اصلی برای انتخابات برنی سندرز رو بزنن کنار در حالی که قانونا نباید همچین کاری میکردن این خیلی لطمه زد به وچه دموکرات ها و کلینتون قشنگ من خودم موقع یادم 2016 هی حرفش بود ایمیل ها لو رفته ایمیل ها رو فاش کردن و کمک کرد به ترامپ که بیاد روی کار همین باعث شد که کلا یه مدت اصلا این حرف بود که اصلا ترامپ روسی ها ورده روی کار دیگه حرف به نظر نمیاد حرف درستی باشه ولی جالب بود که با این ایمیل ها شروع شد و حتی ترامپ بدش نمی اومد اون موقع از جولیان آسانج حتی حمایت هم کرده بود لفظا بعدن که دیگه دولت شروع به کار میکنه خصوصا مایک و میاد یه خورده وضعیت عوض میشه اون اوایل ترامپ حمایت حتی پسر ترامپ در ارتباط بود با اینها با ویکی لیکس یه سری توییت هایی زده بودن توی توییتر با هم یه سری چت هایی کرده بودن این حال بعدا حیفاش میشد 2017 دو, دو تا مورد مهم بود راجبه جولیان آسانج یکی اینکه دوباره به کمک تیم ویکی لیکس یه سری اسناد جدیدی رو منتشر کردن سی به CIA که گفته شد این بزرگترین درز اسناد CIA بوده خیلی زیاد بود و نشون میداد که CIA میتونه گوشی ها رو لپتاپ ها رو کلا چیزای ارتباطی رو خیلی راحت هک کنه و شنود بکنه و از این چیزا اینم دوباره باز چیز مهمی بود توی تاریخ ویکیلیکس و توی زندگی شخصی هم یه اتفاق جالب افتاد استلا موریس اخیرا شده بود وکیل جولیان آسانش رفت و آمد میکرد و یه خانوم تقریبا زیبایی هم بود که مال آفریقای جنوبی بود اصالتا و اینا خیلی با هم <applause> چیز شدن مچ شدن توی همون اتاق شخصی جولیان آسانج اینا دیگه با هم قشنگ رابطه داشتن یه مدت بعد صاحب یه بچه ای میشن و این هم جالبه که یه خورده که میگذر اون بچه یه کوچولو بزرگتر میشه استلا موریس بچهشون رو برمیداره مخفیانه میبره توی سفارت اینکه چطور برده باز جز اون نقاط مبهم سخت دیگه چجوری میخوای یه بچه کوچولو رو تو چی پنهان میکنی که ببری ولی حالا احتمالا با یه زد و بندی با یه رشوه چیزی بوده برده و جولیان آسانج بچهش رو دیده اونجا دیگه زمان میگذره زمان میگذره 2019 که میرسه یهو خبر رسید که اکوادور دیگه نمیخواد این رو نگه داره گویا آسی شده بود از کارهایی که اونجا جولیان آسانش توی ساختمون انجام میداد علیه کشورهای دیگه گفتم مثلا اسپانیا یکیش بود حتی کلی سند فاش کرده بود علیه واتیکان خب اینها همش فشار دیپلماتیک و سیاسی بود رو کشور اکوادور دیگه یه مدت اصلا با انگلیس دعواشون شده بود سال 2012 سر اون قضایا که انگلیس گفته بود ما قانونا میتونیم وارد ساختمون اکوادور بشیم که اینو تحویل سوئد بدیم و اکوادور خیلی جدی وایس داده بودن که نه شما حق همچین کاری رو ندارید این همه سال تحمل کرده بود دیگه اصلا به اینجاش رسیده بود اینو اخراجش میکنن گفتن ما دیگه لغو پناهندگی میکنیم و تو حق نداری اینجا بمونی در نتیجه همون سال 2017 2019 ببخشید آسانج میاد بیرون از ساختمون و به محض اینکه پاشو میذاره بیرون پلیس انگلیس این رو دستگیر میکنه و این از 2019 که توی یک زندانی توی شرق لندن نگهش میداشتن درگیر مسائل دادگاه و اینا میشه تا اینکه دیگه 2024 اومد توی یکی از جزایر ماریانای شمالی یه طوری هم اومد یه جت شخصی براش اجاره کردن با یه هزینه زیاد که خودش باید میداد طوری که مثلا دستگیر نشه تو راه بتونه خودش رو برسونه به اون دادگاه, دادگاه. توی اون منطقه ای که زیر چتر امریکا بود ولی یه سری قوانین رو خودشون رو داشتن نیروهای امریکایی نمیتونستن بیان اینو دستگیر بکنن رفت توی اون دادگاه و بهش گفته بودن که تو یه اعترافی باید بکنی این هم اعتراف کرد که آره من قانون جاسوسی 19 17 1917 رو نقض کردم و کارهایی کردم که مثلا لطمه زد به مسائل امنیتی اعتراف میکنه قاضی همین رو به تقریباً 60 62 ماه حبس محکومش میکنه و دقیقا همون میزانی بوده که حتی یه خورد کمتر که توی لندن زندانی بوده میگن پس تو حبستم کشیدی دیگه حالا آزادی و حالا یه سری ماجرا میگذره دیگه اونها خیلی جزئیاته اینو نهایتا بیخیالش میشن و آزاد و گویا برگشت به استرالیا همسرش هم خیلی از مقامات استرالیا تشکر کرد که ممنونم مثلا کمک کردید به ما از این صحبت ها و جالبه که تو همون تقریبا 2019 تا 2024 این تقریبا 5 سال زندانی بود توی لندن دیگه تو همون مدت این با اسلام موریس ازدواج هم میکنه پشت میله های زندان اینا میرن چند تا مهمون هم دعوت میکنن قشنگ به صورت رسمی ازدواج میکنن بچهشون هم دو تا پسر هم دارن با هم بزرگ شده اونا هم هستن و کلا این قضایه خیلی جالب بود همزمان چندین و چند اتفاق داشت می افتاد. و این پایان فعلی پرونده ویکیلیکس و از 2021 به بعد دیگه چیزی توی ویکیلیکس منتشر نشد. خود آسانج گفته به این خاطر که انقدر دولت امریکا فشار آورد که دیگه کسی جرئت نکرد چیزی رو فاش بکنه و بده به ویکیلیکس. در نتیجه از 2021 به بعد اصلا تموم شد کار این پلتفرم. حالا باید ببینیم در آینده آیا واقعا ساکت میشه آسانج یا نه قرار کارهایی بکنه مثلا چلسی من این که ساکت نشد بعد اون هی داره فعالیت میکنه اما آیا واقعا این فرد جولیان آسانج مهره اطلاعاتی جیاریوی روسیه بود یا نه بماند که مثلا امثال هیلاری کلینتون گفتن اصلا جولیان آسانج ابزار سرویس های اطلاعاتی روسیه روسی است. یا حتی مایک پومپو که اومد روی کار گفت این داره برای سرویس های متخاصم فعالیت میکنه همچنین اظهار نظرهایی شد و خود جولیان آسانش هم بارها دفاع کرد از خودش گفت هیچ کدوم از اطلاعات و چیزهایی که ما منتشر کردیم نه هیچ دولتی نه هیچ حزب دولتی در اختیار ما نگذاشت این چیزی بود که خودش گفت اما یه گزارشی سال 2017 CIA منتشر کرد و اون یه خورده راهگشاست گفتن توی اون بیانیه اینجوری گفته شده بود که ما با اطمینان بالا ارزیابی میکنیم که اون ایمیل هایی که از DNC کمیته ملی دموکرات ها منتشر شد علیه هیلاری کلینتون و دستیارانش که اصلا منجر شد که تقریبا 5 تا از دستیاران هیلاری کلینتون توی بهبهه انتخابات استعفا بدن و خیلی اتفاق مهمی بود دیگه اونها رو تمام اون ایمیل ها رو جی روسیه هک کرده بود به دست آورده بود اونا در اختیار ویکیلیکس گذاشتن یعنی حرف CIA اینه که اینا شده بودن ابزار اطلاعاتی روسیه حرفی از این نمیزنه که مستقیما با اونا در ارتباطن در این حد ارزیابی های یعنی کسی نتونسته ثابت بکنه که جولیان آسانج مهره روسیه بوده ولی در این حد دیگه سیایه میگه با درصد مثلا بالا ما میگیم این ابزار اونها قرار گرفت و تمام اون ایمیل هایی که هک شده بود رو اونا در اختیارش گذاشتن در حالی که آسانج گفته بود هیچ وقت از هیچ دولتی خصوصا روسیه به ما هیچ چیزی نرسیده بود اینا رو در کنار رو هم قرار بدید شاید خودتون بتونید دست به قضاوتی بزنید و اما این شخصیتی که به عنوان چهره سال مجله تایم انتخاب شد به عنوان مرد سال لوموند انتخاب شد خیلی از نهادهای حقوق بشری و آزادی بیان ازش حمایت کردن اون زمانی که توی سفارت بود اون زمانی که توی زندان بود کلی تظاهرات کلی حمایت در کنارش ها با خزیناهایی تحمیل کرد به بسیاری از کشورها و شخصیت‌ها قطعا قضاوتش خاکستری میتونه باشه دیگه یه سری خوبی‌ها داشته یه سری بدی‌ها اما برای خود من بیشتر جالبه ببینم از اینجا به بعد چیکار میکنه کسی که این همه اتفاق رو از سر گذرونده و حالا مثلا به نوعی همه چیز ختمه به خیر شده آیا میتونه واقعا ساکت بره بشینه زندگیش رو بکنه با زن و بچه هاش یا قرار دوباره یک ویکیلیکس جدیدی رو شاهد باشیم ممنونم که تا پایان همراه هم بودید و پاینده ایران بزرگ بدرود